به نام یاد الله درود میر حضور یک و یک شما دوستان، ما هم اکنون باز هم در مرکز ولسوالی مایمه قرار داریم. در کنار ما یکتن از دانش آموختگان و اهل دانشگاهی قرار دارد. ما میخواهیم در مورد مکانهای تفریحی، مکانهای تاریخی، همچنان غذاهای محلی، انواع میوه‌جات و مردم در کدام کارها در اینجا مصروف هستند، در رابطه ما میخوایم با ایشان صحبتی داشته باشیم. سلام علیکم، خوب هستید؟ علیکم السلام، بخیر هستید؟ سلام باشید. اسم مبارک؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به اجازه بنده هایی که ما شما را از پنجره فیسبوک یا توییتر شما میبینند، من روزبی سعیدی هستم از این منطقه. جناب سعیدی صاحب، از اینکه به ما وقت دادیم بسیار تشکر از شما. ممنون میشم. مزایم کار میخوایم کار داشتین. بله سعیدی. مزایم کار شدیم بسیار ببخشید. اما از شما میخواییم بپرسیم که شما من هست یکی از جوانان و تحصیل کرده های این محیط منطقه، در مورد مکانهای تفریحی مایمه بودیم. سر سوال خوب و بجامی فیلنجایی که ما شما موقعیت داریم و بنامی چناری صفای شای یا اما عدبی شا خوبترش اما شا بوده، در اینجا ما دو جایی بسار مهمی بنامی شا داریم. این چناری که شما ببینید صفای شا است و یک چشمه دیگه در او بالا داریم بنامی صفای شا است. و این موقعیت هایی بودن که در امون زمان هایی که شاید 100 سال پیش و ایجا گذر کردن، از لحاظ دیدی اونا خوبترین موقعیتی را که در مایمه وجود داشته این مکان بوده. مایمه و اگر شاید شما معلوم داشته که مرکزی مایمه هم همینجا است، همین شورای گذاب که شه نظر به دیدی خودش و علاقه مندی که به مایمه دیده و همه جای از ایبسار خوب معلوم میشده، فقط ایجا دستور داده که یک چنار بد بشانند. ایجا و بالا رفته یک چشمه دیگه در او بالا هست که اکثریت سالای خشک سالی البته کم میشه یا خشک میشه، اما اکثریت میباشه. بسیار جای خوب بالا از مکان شکل می دورتر از ایجا هست. امید موقعیت جای تفریحی هست که اکثریت کسایی که ایجا می آیم بسیار میپسندن، امید منطقه را بسیار میپسندن، امید جا را بسیار میپسندن که موردی تاییدی اکثریت دوستا و شخصیت هایی که از مرکز به ایجا سفر میکنن. امین جا و یک موقع دیگه به نام حضرت شاه میگن، اونجا جاهای دیدنی خوبتری هم هست، اونجا سفر میکنن. بالاتر از اینجا ما به نام چیز میگیم قویلورین، اما مکانی بوده که در اونجا انگلیس ها زندگی میکردن. از اون حدودا یک شاید 15 کیلومتر بالاتر از قشلاق باشه، در اون بالا هم جای دیدنی تفریح و بسیار جاهای یک آبی بسیار خوب از اونجا مردم سفر میکنن، در وقتهای خوبتر برای تفریح همراه خانوادهشون فامیلشون میرن و اون بالا دیدن میکنن. خب بسیار خوب. نام خدا مایمه هم بسیار یکی از مکانهای بسیار سرسبز و زیبا و دیدنی است، جنگلاتش هم بخی زیاد است. میشه در مورد میوه هایی که در اینجا هستند در این مورد؟ مایمه بجز از ام و بعضی میوه هایی اکثرت میوه ها در اینجا پیدا میشه و البته در حدی از او هم گفته نمیتونیم که در حدی تجارت دیگه میوه هاش باشه، تنها سیبش میشه و که قابل استفاده بیرون از ولسوالی شوه. اما جاهای خوبی هم داره، مگر دولت توجه بکنه با او جا را آبی بکنه و نهال بشانه، امکانی ازی هست که از لحاظ یمون پیچی خاک و قدرت خاک ظرفیت ناک و میوه سیب دیگه نسبت به همه ولسوالی ما بهتر است. بعد زردالو هم سار خوب در اینجا حاصل میگه، توتی سار خوب داره و خصوص در مایمه یک منطقه به نام راون او طرف ها توتی خوب داره، اوزبای بسار توتی خوب داره، شورای کشکین و در مرحله دوم هم همین شورای که شما فعلا اینجا حضور دارین این بسار توتی قابل استفاده خوب داره. برای ما اگر با مهمان ها که گاهی وقتی که از مرکز می آین و خواسته باشیم که چیزی توفه بطیم، همین توت از زردالو ها از زرپلوش دیگه، البته دیگه پایین تر ناکی بسار خوب مایمه داره، بیاد میوه سنگ که قابل استفاده برای همه این مردم و پسندیدن کسایی که اینجا هم آمدن و سیاحت کردن. میشه که در مورد غذاهای محلی که اینجا هست، در مورد غذاهای محلی تان تنها غذاهای محلی که از همو نیاکان ما با ما میراث مانده و بسیار میپسندن روغن جوشی است که از زمان سابق تا به فعلا هم البته به ندرت تا فعلا یگان رو پیدا میشه، باز هم همو انعنات سنت تا به حال از بین نبردن و غذای محلی که بسیار قابل بحث همه این مردم و بزرگاه هست همو روغن جوشی است. یعنی غذای مشهور محلی که و میمانانی که بسیار عزیز و معتبر باشن همو روغن جوشی است. بله، اول در سابقا هم امیره بسیار به یک صورت منظم درست میکردن و در اکثرت خانه ها هم شاید اون پیدا نمیشدن. حالا فعلا خوب وضعیت زندگی مردم نسبتا خوب شده، باز هم امور گاه گاه به فرمایش یک میهمانی که از بیرون از منطقه میاد، مثلا از مرکز میاد یا از طرف های دیگه میاد، به فرمایش او باز هم ترتیب میتونم و درست میکنم برشان. در مورد
امین چیز ببینید که مردم این محل با کدام کارها فعلا مشغول هستند و اکثریت شغلی که این مردم کار میکنند چی هستند؟ البته شاید دوستا و کسایی که مایمه میشناسند، مایمه بسیار شخصیت های خوبی هم داشته و مردم اینجا 90% علاقمندی به درس و تحصیل داشتن و شما اگر ببینین اکثریت جوانی از شاعر هستن، نویسنده هستن، در جاهای بسیار مهم کار میکنن. ضمن همه از گپا هم 90% مردم ما باز هم اقتدادشون به 90%شون به دهقانی که گندم میبینی که نمیدونن حضور داره و پشت میکنن و فعلا در این منطقه اکثریت مشغول دهقانی هستن و از جاهای بسیار دور هم میرن انتقال میتن اما غلجاتشون چیزی مهمشون هم گندم هم چیزا پشت میشن. امسال حاصلات دهقانان در منطقه شما چی میاد؟ امسال اونقدر خوب نبود، البته سبزه زراعت بسیار خوب بود، باز در زمین از او بسیار آفات طبیعی آمد مثل زرده میگفتند و او گندم را خراب کرد و اونقدر وضعیتشان خوب نیست. خب بسیار تشکر. ممنون شما از اینکه به ما وعده دادید. خیلی خوش آمدید.